سلام، با خبرهای این ساعت طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 3 ماه سرطان سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه جولای سال 2010 میلادی. در این برنامه سیاوش زمینی و تمنا احمد زایرانی است. با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیوی خبر با خود داریم. در آغاز سرخطه چند خبر از کشور. خوشبینی واشنگتن و بریتانیا درباره نشست جهانی کابل. آمادگی وزارت امور داخله برای گرفتن مسئولیت تامین امنیت کشور تا 4 سال دیگر. با گرفتاری 3 گروه رصدگان به تمام تلاش برای هم زدن نشست جهانی کابل. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نشست جهانی کابل را گام به سوی تامین امنیت در افغانستان میدانند. حکومت افغانستان طرح تامین امنیت مستقلانه را تا سال 2014 میلادی و نیز تقاضای پرداخت 50% کمک ها را به حکومت افغانستان ارائه کرد که این طرح و این تقاضا از سوی کشورهای کمک کننده پذیرفته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه در نشست خبری با نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن نشست کابل را دستاورد مهم برای افغان ها گفتند. باراک اوباما می گوید که امریکا راهبرد درست را در افغانستان دنبال می کند و می خواهد ظرفیت ها را در افغانستان افزایش دهد تا افغان ها بتوانند مسئولیت امنیت کشورشان را به عهده بگیرند. اینها دستاوردهای مهمی هستند. آنان راه درازی را برای ایجاد فضای مساعد برای گرفتن مسئولیت تامین امنیت مستقلانه از سوی خودشان در پیش دارند. مطمئنا در چند سال آینده افغان ها مسئولیت رهبری امنیت را در کشورشان به دست خواهند گرفت و در جولای سال آینده ما روند خروج نیروها از افغانستان را آغاز خواهیم کرد. نشست کابل نشان دهنده پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان است، به شمول ایالات متحده آمریکا، که یک همکار دراز مدت برای امنیت و ترقی مردم افغانستان باقی خواهد ماند. دیوید کامرون پس از دیدار با رئیس جمهور اوباما و بی بی سی گفت که روند خروج سربازان بریتانیایی از افغانستان میتواند از سال 2011 آغاز شود، اما اجرای آن به اوضاع افغانستان بستگی خواهد داشت. وی تأکید میکند که نیروهای نظامی بریتانیا بعد از سال 2015 در افغانستان حضور نخواهند داشت. انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان باید وابسته به اوضاع افغانستان باشد. به هر اندازه که بتوانیم مسئولیت امنیتی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها را به خود افغان‌ها واگذار کنیم، به همان اندازه می‌توانیم سربازان خود را از افغانستان بیرون کنیم. رئیس جمهور افغانستان در نشست کابل در زمینه اصلاحات، مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون و گفتگو با شورشیان تأکید ورزید. آگاهان به این بارند که حکومت افغانستان وظایف مشکل را در پیش دارد و اگر در راستای عملی ساختن این تعهدات کار نکند، کشور با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. در این حال رهبر ائتلاف تغییر و امید تعهدات نشست جهانی کابل را از سوی رئیس جمهور و جامعه جهانی مهم نمی‌داند و می‌گوید که این تعهدات مانند وعده‌های پیشین رئیس جمهور کرزی برای کاغذ خواهد ماند. دکتر عبدالله عبدالله در حالی که رایحل مشکلات کنونی را نیازمند یک تغییر بنیادی می‌داند، می‌گوید که از حرکتی که در بهبود اوضاع کنونی کشور مؤثر باشد پشتیبانی خواهد کرد. نشست کابل با تعهدات رئیس جمهور کرزی و جامعه جهانی درباره بهبود تامین امنیت در کشور، مبارزه با فساد، تحقق پیشرفت‌های اقتصادی و سپردن 50% از کمک‌های جامعه جهانی به دولت افغانستان پایان یافت. در همین حال رهبر ائتلاف تغییر و امید این تعهدات را مهم نمی‌داند. متأسفانه حکومت افغانستان توانایی را نداره که آنچه را وعده میده عملی کنه و بازم متاسفانه پیش بینی ما است که تعهدات در روی کاغذ باقی میمانه یا کارهای در شکل و در ظاهر صورت خواهد گرفت. دکتر عبدالله عبدالله بهبود اوضاع کنونی را در کشور نیازمند به وحدت ملی میداند. رایل ایجاد یک تغییر اساسی در نظام است تا از یک طرف یک سیستمی که بتانه خواسته های مردم افغانستان برآورده بسازه ایجاد شوه و از طرف دیگه مشروعیت نظام اعاده شوه. از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالله گرفتن مسئولیت امنیت را در سال 2014 میلادی در توان نیروهای افغان نمی بیند.
یکی از شروط گفتگوی دولت و جامعه جهانی با مخالفان مسلح دولت پذیرفتن قانون اساسی افغانستان از سوی مخالفان است. پس از آن که وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در نشست کابل بر پشتیبانی از حقوق زنان افغان تاکید کرد، که میسن مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که اگر دولت افغانستان بدون در نظر گرفتن حقوق زنان با مخالفان مسلح دولت گفتگو کند، زنان کشور با مبارزه برای به دست آوردن حقوقشان ادامه خواهند داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در آن صلح که دیدگاه نیمی از جمعیت کشور در نظر گرفته نشود، آن صلح پایدار نخواهد بود. خواست زنان افغانستان به عنوان نصف نفوس جامعه افغانستان اهمیت بیشتر داره و دولت مکلف است که به خواست ما توجه بکنه و سر حقوق زنان همراهی کسی معامله نکنه. از سوی هم برخی از فعالان سیاسی زن درباره گفتگو با نیروهای مسلح مخالف دولت دیدگاه های گوناگونی دارند. دولت افغانستان موظف و موظف و مکلف است که خواست جامعه جهانی را در نظر بگیره، به خاطر اینکه تمویل کننده اوناست. این گفته ها در حال ابراز می‌گردند که روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از اشتراک در نشست جهانی کابل با برخی از فعالان زن دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار زنان کشور نگرانی هایشان را درباره منشأ سازی و آشتی با طالبان ابراز کردند. وزارت امور داخله از آمادگی ها برای گرفتن مسئولیت تامین امنیت کشور تا 4 سال دیگر خبر می دهد. معین امنیتی وزارت امور داخله بر افزایش نیروهای پلیس تاکید می ورزد و می گوید که نیروهای پلیس تا سال 2014 میلادی مسئولیت تامین امنیت کشور را بر عهده خواهد گرفت. اما برخی از کارشناسان سپردن مسئولیت تامین امنیت کشور را به نیروهای امنیتی افغان بدون تجهیزات لازم نظامی نادرست می دانند. سپردن مسئولیت تامین امنیت به نیروهای امنیتی افغان یکی از موضوعات مهم نشست کابل بود. رئیس جمهور کرزی و شرکت کنندگان این نشست بر سپردن مسئولیت به نیروهای امنیتی افغان تا 4 سال دیگر تاکید داشتند. از سوی هم وزارت امور داخله میگوید که این وزارت برای عملی شدن برنامه گرفتن مسئولیت تامین امنیت کشور تا 4 سال دیگر کار میکند. این توانمندی ها را پلیس پیدا خواهد کرد که در 2014 در ایسی تامین امو ولایت هایی که مسئولیت به افغان ها سپرده میشه، من حیث قوی تنفیذ قانون، نظم عامه، مبارزه علیه جرایم و ضعیف خود اجرا. در همین حال دبیر کل ناتو در نشست کابل میگوید که نیروهای خارجی تا هنگامی در افغانستان خواهند ماند که ماموریت این نیروها پایان یابد. در همین حال برخی از کارشناسان سپردن مسئولیت تامین امنیت کشور را به نیروهای امنیتی افغان با نگاه شک و تردید می نگرند. امریکا و قوای ناتو در مجموع آنقدر اردوی ما را قوی نمی سازد که نسبت به اردوی پاکستان ما قوی تر باشه، نه از نگاه سلاح، نه از نگاه تخنیک مارگونی، بخاطر از اینکه اونا بالای پاکستان زیادتر حساب میکنند نسبت به اینکه بالای ما حساب میکنند. تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی همواره بر سر زبان ها بوده است، اما به باور کارشناسان جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا تا کنون در تجهیز درست نیروهای امنیتی افغان کاری را که لازم بوده است انجام ندادند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت سه گروه عراس افغان که می‌خواستند نشست جهانی کابل را بر هم بزنند خبر می‌دهد. بر بنیاد گفته این ریاست، این افراد وابسته به شبکه حقانی طالبان و شاخه لشکر طیبه هستند و پیش از انجام حمله هایشان بازداشت شدند. در این حال باشندگان پایتخت تدابیر امنیتی نشست جهانی کابل در سوی نیروهای امنیتی ستایش می‌کنند. بر بنیاد گفته های ریاست عمومی امنیت ملی، این 10 نفر که مربوط به 3 گروه حراس افغان می شوند، از بخش های شاشهید، پل چرخی و ولسوالی پغمان کابل همراه با مقداری از جنگ افزار و مواد انفجاری بازداشت شدند و 2 تن دیگر آنان به شمول 1 زن کشته شدند. این افراد آنقدر مسلکی بودند که بر علاوه که وسایل تکنیکی به دسترس داشتند، درست پیش از تدبیر کنفرانس سایه بین شاشهید و وزارت خارجه را، 1 تن از اعضای از این گروه با آمدن پای پیاده تخمین مسافه میکنن و بعدا اینا میخواین که آوانه با اونمو کوردینات عیار بکنن. نشست جهانی کابل آنچه که در یک فضای آرام با بوان با پایان رسید، باشندگان پایتخت اقدامات مسئولان امنیتی افغان را ستایش میکنند. با باور آنان تدابیر ویژه‌ای که برای برگزاری نشست روی دست گرفته شده بود، نیروهای امنیتی افغان ثابت ساختند که می توانند کارنامه های خوب داشته باشند.
نیروهای امنیتی در این نشست کابل که دیجا برگزار شد بسیار خوب بود، بسیار امنیت خوب گرفتند، دیگه یا قابل تعریف است. اونم امنیت را که دو جرگه گرفته بودن از او که بهتر امنیت بود. دوام امنیت نه تنها کابل بلکه تمام ولایت را تامین کنند. در کنار نیروهای زمینی، چرخبالهای نظامی نیروی هوایی افغان نیز برای تامین امنیت این نشست همکاری جدی نشان دادند. پلانگذاری های خوبی تحقیق شده بود، معلات سوقیدایی بسیار خوبی تنظیم شده بود و در پالی از او یک چیز باید فراموش نکنم که ما حوصله مندی مردم شهر کابل قابل ستایش میدم. با این همه باشندگان پایتخت از مقام های امنیتی میخواهند تا تدابیر ویژه امنیتی را در تمام بخش های کشور به گونه روی دست گیرند که برای مردم مشکل ساز نباشد. لویس آرنوالی میگوید که بیشتر از 300 هزار جریب زمین دولتی از سوی زورمندان، فرماندهان محلی و شمار از باشندگان محل در ولایت بلخ غصب شدند. لویس آرنوالی میافزاید که این نهاد تا کنون توانسته است 60 هزار جریب زمین غصب شده را پس گیرد و به ریاست زراعت این ولایت بسپارد. لویس آرنوالی میگوید که محمد الله مشهور به پخته، قربان مشهور به بدل، شماری از اعضای احزاب سیاسی، افراد وابسته به تنظیم‌ها، فرماندهان محلی و شماری از افراد محل زمین‌های دولتی را غصب کرده‌اند. لویس آرنوالی میافزاید با وجود آن که حکم گرفتاری این افراد از سوی لویس آرنوالی صادر شده است، ولی تاکنون نهادهای امنیتی موفق به دستگیری آنان نشدند. زمینایی که فعلا تحت تصرف و تحت غصب قرار داره او عده از قماندانایی هستند که قبلا در حکومت صفحات شمال صاحب قدرت بودند. در همین حال لویس آرنوالی میگوید این نهاد برنامه ای را روی دست دارد و بر بنیاد این برنامه کسانی را که به غصب زمینهای دولتی در مرکز و ولایت دست میزنند مجازات نماید. طبق مقررات اونا باید یه پولی زمین بپردازد تا که امویی که استفاده صورت گرفته شدن و یا او هم زمین ها را پس به دولت بسپارن. لویس آرنوالی میگوید کسانی که زمین های دولتی را غصب کرده اند پس از آن که این زمین ها از آنها گرفته شود آنان را مجبور خواهد کرد تا در بدل استفاده های غیر قانونی از این زمین ها به دولت غرامت بپردازند. ریاست سعادت‌عامه ولایت زابل از افزایش کودکان مبتلا به سوی تغذی نگران است. مسئولان این ریاست میگویند که روزانه ده‌ها کودک به سوی تغذی دچار هستند و برای درمان به شفاخانه این ولایت آورده میشوند. مسئولان سعادت‌عامه این ولایت از نهادهای کمک کننده میخواهند تا در این زمینه همکاری کنند. روزانه به شمار کودکانی که به سوی تغذی مبتلا هستند غذاهای نیروبخش توزیع میشود. گفته میشود که کودکان سوی تغذی این ولایت نسبت به ماه پیش دو برابر شده است. یعنی سوی تغذی مریضان اکثرا باید تداوی بستر سی پشم خانه که تقریبا تر شل پینزی ویشت روز پوری تداوی کیجد و بل قسم پا بازار که پا کور که تداوی وارد نی. در همین حال شماری از مادرانی که کودکانشان به این بیماری مبتلا شده اند میگویند که مواد غذایی که برای کودکانشان توزیع میگردد بالای صحت اطفالشان تاثیر مثبت دارد. مسئولان ریاست سعادت‌عامه ولایت زابل در حالی از افزایش کودکان به این بیماری سخن میگویند که از اثر شدت گرمی هوا در این ولایت مرض اسهال نیز بیشتر شده.